سلام، من علم هستم و در این برنامه قصد دارم به خلقت انسان از خاک از دیدگاه علم بپردازم. مبحث خلقت از خاک جزء مباحث مهمی است که در طول همه اعصار مورد تحقیق و بررسی فیلسوفان مختلف قرار گرفته. اما شاید اولین بار کسی که تلاش کرد خلقت تکوینی موجودات رو به صورت علمی توضیح بده، چارلز داروین بود. داروین یک کشیش مسیحی بود که علاقه زیادی به جانورشناسی داشت. او تونست مدرک کشیشی خودش رو در کمتر از 3 سال از مدرسه عیسی مسیح در کمبریج اخذ کنه و به عنوان کشیش وارد کشتی بشه و در عین انجام امور مذهبی به تحقیقات مورد علاقش یعنی جانورشناسی بپردازه. او اینگونه توضیح داد که خلقت موجودات در یک سوپ بنیادین گلولای که حاوی عناصر مورد نیاز بوده آغاز شده. عقاید داروین در مورد خلقت تکوینی موجودات امروز هم نظر غالب پیروان ادیان و همچنین دانشمندان بوده و اگه از نحوه خلقت موجودات ازشون بپرسید، عناصر موجود در خاک رو توضیح خواهند داد. این نظر ادیان مطابق با جمله روایاتی از پیامبر با این مضمون هست که خاک انواع و اقسامی دارد. خاک سفید، سبز، سرخ مایل به سفیدی، خاکستری، سرخ، صاف، سرد، شورزار، خشن و نرم. لذا مردم هم مانند خاک ها نرم، خشن، سفید، زرد، سرخ و به رنگ خاک ها آفریده شدند. پروفسور جان جرارد در کتاب مبانی خاک ها می نویسه اغلب رنگ خاک ها مشخص ترین ویژگی آن هست. اساسا تغییرات رنگ خاک ناشی از تغییرات مواد مادری، کانی ها، مواد عالی و مقدار رطوبت است. تغییرات رنگ از قرمز، قهوه‌ای و زرد تا سبز تا آبی خاکستری در پاسخ به تغییرات اکسید و احیا وجود دارد. تیرگی خاک ها به دلیل فراوانی مواد عالی است. البته شکی هم نیست که عناصر خاک در خلقت تأثیر داشتن، اما از دیدگاه ما عناصر خاک همه مطلب نیست. خاک پیچیده تر از این حرف هاست که در بحث خلقت بخوایم صرفاً به عناصر اون بپردازیم. من این رو یک پاسخ کلاسیک به موضوع پیدایش از خاک می دونم. پیشرفت های نوین در برنامه بعدی بررسی خواهد شد. برای اینکه بدونیم چگونه انسان از خاک خلق شده، دونستن اینکه خاک از دید علم چه معنی می ده بسیار مهم هست. دیدگاه علم با آنچه که ما می دونیم و معمولاً از فیلسوفان مختلف شنیدیم متفاوت هست. ارسطو فیلسوف نامدار یونان خاک رو یک عنصر می‌دونست و این یعنی از دید او موجودات از خود خاک ساخته شده بودند، چون خاک از عنصر دیگه‌ای تشکیل نشده بود. امروز دیگه به خاک به عنوان یک عنصر نگاه نمیشه. طبق تعریف خاک مجموعه پیچیده‌ای از جامدات، مایعات و گازها میباشد. پروفسور مارک کوین در کتاب میکروبیولوژی خاک می نویسه خاک چه تفاوتهایی با ما دارد؟ باور می کنید که آنقدر اختلاف وجود ندارد؟ باور می کنید که خاک درست مانند ما زنده است؟ شواهد زیادی وجود دارد. موجودات زنده خصوصا پستاندارانی مانند ما گرم می شوند، چون گرما تولید می کنند. خاک هم گرما تولید می کنند، به این معنی که خاک‌ها انرژی موجود در پیوندهای شیمیایی یا نور را به انرژی مورد استفاده در کارها تبدیل می‌کنند و این عمل گرما تولید می‌کند. میکروارگانیسم‌ها تنفس می‌کنند. خاک هم همینطور. اگر خاک را با وسایل مناسبی آزمایش کنید، می‌توانید جذب اکسیژن توسط خاک و
و آزاد شدن دیوکسید کربن و دیگر گازها را مشاهده کنید. میکروارگانیسم ها تغذیه میکنند، خاک هم همینطور. غذای آن پروتئین، اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدرات های ساده و پیچیده است. هر کدام از این مواد را که در خاک بگذارید ناپدید خواهد شد. با همان اطمینانی که خودتان آن را خورده باشید، کاری که شما هر روزه انجام می دهید. از نظر میکروبیولوژیست ها خاک یک موجود زنده است. با این همه هنوز هم افرادی وجود دارند که درک علمی از خاک ندارند و زمانی که خلقت موجودات و عناصر و ترکیبات خاک مطرح میشه میگن خاک چی شده؟ گویی که هیچ اطلاعی از وجود عناصر در خاک ندارن. فرض کنیم که کربن جامد باشه، خب چه ربطی به خاک داره؟ خاک چی شد؟ خاک نیتروژن نداره، کربن برام سرچ کرده، بعد نتیجه گیریش در مورد خاکه. اما خاک حتی در این حد ناچیز در بدن انسان نقش نداره، حتی خاک نقش محافظت از حیات رو هم نداشته. خاک یک عنصر مطلق نیست، خاک مجموعه ای از عناصر از جمله کربن، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، نیتروژن و غیره هست. جان جرارد در کتاب مبانی خاک ها می نویسه خاک پیکره ای طبیعی متشکل از کانی ها، ترکیبات عالی، موجودات زنده، آب و هوا که در مخلوطی مرتبط و مؤثر بر هم طی فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی تشکیل می شود. این در اصل تعریفی از ژنتیک خاک است. فرانک کلوز در کتاب فیزیک ذرات می نویسه هوا به طور عمده از نیتروژن و اکسیژن و اندکی کربن و آرگون ساخته شده است. در پوسته زمین بیشتر 90 عنصر طبیعی وجود دارد. زمانی که ما می‌بینیم تمامی عناصر موجود در بدن انسان در خاک وجود داره، خب طبعاً اولین گزینه ما برای پیدایش سلول‌ها خاک خواهد بود. این یک بحث عقلایی و مطابق روش علمی هست. اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم، فسفر، پتاسیم و سدیم. این عناصر 99% بدن ما رو تشکیل میدن و تمامیشون هم در خاک وجود دارن. کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد، سیلیسیوم، آلومینیوم، آهن، کلسیوم، پتاسیم، سدیم و منیزیم. مقدار کربن به عنوان یکی از مهمترین عناصر بدن فقط در قشر سطحی خاک حدود 2 برابر کربن موجود در هوا هست. عزیزی گفته که انسان بیش از 99% از هوا ساخته شده. بیش از 99% چوب میز و صندلی شما از هوا درست شده و خاک کمتر از 1% در اون سهم داره. اما خاک حتی در این حد ناچیز در بدن انسان نقش نداره، حتی خاک نقش محافظت از حیات رو هم نداشته. دانشمندان میگن انسان بیش از 60% از آب تشکیل شده. این عزیز هم میگه که انسان از بیش از 99% هوا تشکیل شده. 99% و 60% که میشه 159%. اگه منظور عناصر هست، پس چرا وقتی به خاک میرسیم وجود عناصر رو رد میکنن؟ از نگاه علم، تمامی عناصر موجود در هوا ابتداعا از طریق فعالیت‌های آتشفشانی و غیره از زمین آزاد و وارد هوا شده و در نهایت جو زمین رو تشکیل داده. بنابراین نه تنها انسان، بلکه منشأ خود هوا و تقریبا منشأ همه چیز خاک هست. در برنامه بعد به پیشرفت‌های نوین علمی در باب خلقت انسان از خاک خواهیم پرداخت. موفق و پیروز باشید.